بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه بیندگان محترم، شاگردان نهایت گرامی. امیدوار هستم همه جور و صحت و سلامت باشین. شاگردان گرامی، قد پای تلویزیونتان بشینین. صفحه 66 کتاب در 331 ریاضی صفحه 8 تان را مشاهده کنین. حل تمرین سوالات محاسبی است. روز گذشته شما به یاد دارین که ما سوالات 4 جوابه، خانه خالی، صحیح و غلط را همراه شما کار کردیم. امیدوار هستم که کار خانگیتان بود که شما سوالات را پرکتیس کنین، مرور بکنین و دوباره خود شما کار بکنین تا خوبتر و بهتر به مفهومش برسید. سوال اول کتاب تان هست، صفحه 66. تعداد شاگردان دو مکتب به ترتیب چند هست؟ 720 و 810. 810. آل شما برای ما چی گفتن؟ گفتن نسبت بین این شاگرده ها را یا نسبت بین تعداد این شاگرده های مکتب را پیدا کنیم. ما نشته میکنیم مکتب اول و این را نشته میکنیم مکتب دوم. خب این مساوی میشه به 720 810. شما میفهمیم که وقتی ما اختصار کنیم این صفر با صفر خلاص میشه، 72 بر 81 میمونه. پس حالا اگر ما بیم اختصار کنیم به 9، وقتی که به 9 اختصار کنیم 8972، 9981. پس نسبتی از اینا 8 بر چند است؟ 9. دیگر اختصار نمیشه. اگر اختصار میشد براتون کار میکردیم. خب سوال دوم شما این هست که این سوال اولتان بود، حالا برای ما سوال دومتان را شما در کتابتان مشاهده کنین. 45 درخت سیب هست، 45 درخت سیب، سیب و 30 درخت ناک هست، 30 درخت ناک و همچنان 75 درخت انار. انار. خب چی را از پیش ما خواستم؟ گفتم نسبت بین درخت ناک و سیب را پیدا کنین، نسبت بین درخت سیب و انار را پیدا کنین و ناک و انار را پیدا کنین. خب ما این کار را میکنیم. چطور میتونیم نسبت ازی را پیدا کنیم؟ شما میفهمین که اگر ما بیم نوشته کنیم که 30 بر چند؟ 45. 45 مساوی میشن. این اگر با دو اختصار کنیم، 2 15 ما 30، 3 15 45. این نسبت چی شد؟ نسبت سیب و نسبت بین درخت سیب و ناک. نسبت بین درخت ناک و سیب. خب حالا اگر ما بیاییم در اینجا نسبت بین سیب و انار را پیدا کنیم، نسبت بین چی را؟ سیب و انار را پیدا کنیم و انار را پیدا کنیم در اینجا میبینیم سیب چند است؟ 45. نشته میکنیم 45 تقسیم بر انار را میبینیم چند است؟ 75. پس مساوی میشه با ایره که اختصار کنیم و 15 اختصارش کنیم، شما میفهمیم که 3 15 ما چند میشه؟ 45 و 5 15 ما 75. پس نسبت بین سیب و انار 3 بر چند است شاگردای گرامی؟ قد 3 بر 5. و در این جزء دیگه سوال ما نسبت بین ناک و انار را گفته پیدا کنین. ناک و انار. خب حالا میم ناک را میبینیم، ناک چند است؟ 30 درخت ناک داریم. انار چند است؟ 75.
باز امیره که اختصار کنیم به 15، شما در اختصار میتونین با اعداد بسیار بالا اختصار کنین، زود به هدف میرسین. 2 15 30 و 3 15 ما هم 5 15 ما چند میشه؟ 75. پس ما از اینجا فهمیدیم که نسبت بین 3 و انار 3 بر 5، نسبت بین ناک و انار 2 بر 5، و نسبت بین درخت ناک و سیب 2 بر 5 شد. میریم به سوال سوم کتابتان. شاگردای گرانتر در سوال سوم کتابتان چی گفتم؟ سوال سوم کتابتان گفتم قیمت 3 متر تکن. ما اینجا نشته میکنیم تکن، 3 متر تکن چند افغانی هست؟ 33.75. 33.75 این قیمتش هست. قیمت به چی؟ به افغانی. اینقدر قیمتش به افغانی است. خب حال وقتی که قیمت 3 مترش گفته اینقدر است، شما قیمت 15 متر تکن دریافت کنید. شما احدیت را خوانده بودید، شما اول قیمت 1 متر تکه را پیدا میکنید، بعد از اون ضرب 15. خب سوال داده که قیمت 3 متر تکه 33.57 افغانی هست، قیمت 15 متر تکه چند است؟ ما میگیم قیمت 1 متر تکه مساوی به x. از اینجا میگیم تناسب تشکیل میدیم، 3 بر 1 مساوی است 33.75 تقسیم بر x. پس نتیجه میشه طرفین وسطین میکنیم، 3x مساوی میشه به 1 ضرب 33.75، خودش میشه 33.75. اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم، شما میفهمید که ضریب مجهول همیشه به مخرج میره، پس x مساوی میشه به 33.75 تقسیم به 3. حالا اگر ما این را اختصار کنیم، 1 3 3 1 3 3 11، اینجا که اشاریه خودش 2 3 6 5 3 15، پس نتیجه شد که 11.25 افغانی. 1 متر تکه ما چند شد؟ 11.25 افغانی. آله از پیش ما خواسته 5 متر تکه، پس وقتی 1 متر پیدا کردیم قیمت 5 ضرب در 11.25 چند میکنیم؟ 2.5. خب وقتی که اینه ضرب بزنیم، شما میفهمین که بسیار ساده میتونین که ضرب 15 متر ببخشین خواسته، 15 متر که ضرب بزنین میشه 168.75 چند است؟ 7.5. خب شاگردای گرام قدر، ما گفتیم که قیمت 3 متر تکه سوال 3 متون بود 33.75 افغانی است، قیمت 15 متر تکه چند است؟ آل ما اول به اساس احدیت پیدا کنیم، قیمت 1 متر پیدا کردیم که 11.25 شد، 11.25 ضرب در 15 کردیم که قیمت 15 متر تکه مساوی شد به 168.75. این بود سوال جواب سوالتان. میریم به سوال چندم، سوال چهارم. خدا کنه که شما این را یاد گرفته باشیم. سوال چهارم کتابتان را میبینیم شاگردای گرانقدر، که سوال چهارم کتاب شما چی است؟ خب سوال چهارم کتاب شما هی است که اگر یک رستوران را 27 نفر در 20 روز ایمار می کند، اگر بخواهیم این رستوران را در 15 روز ایمار کنیم، برای آن چند نفر لازم است؟ خب بسیار خوب، ما میایم اول نوشته می کنیم که نفر 27 نفر در چند روز این ساختمان یا این تعمیر را می تانه ایمار بکنه؟ در 20 روز. اینجا روز نوشته می کنیم 20 روز. آله برای ما بگوین که اگر 15 نفر باشن در چند روز؟ x. خب آله وقتی که 15 نفر باشه باید اینجا روز کم شد، باید اینجا تعداد زیاد شد. پس ما میگیریم که در اینجا 27 بر x مساوی است 20 بر 15. خب
وقتی که 27 نفر در 15 روز در 20 روز این تعمیر ایمار میکنه، 15 نفر در روز زیاد باید ایمار بکنه. پس از او خاطر است که ما میاییم چی میکنیم؟ اینجا تناسب را میبینیم. تناسب چی است؟ معکوس است یا تناسب مستقیم؟ میبینیم تناسب تناسب معکوس است، چون اینجا که تعداد نفر کم شد باید زیاد شود. پس نشته میکنیم 27 بر x مساوی است با 15 بر معکوس میکنیم 20. در نتیجه ما داریم که طرفین و وسطین 15x مساوی میشه با 27 ضرب در چند؟ ضرب در 20. اطراف تقسیم ضریب مجهول ما 15 میکنیم، x مساوی میشه با 27 ضرب در 20 تقسیم در 15. با 5 اختصار میکنیم، 3 5 15، 4 5 20، 1 3 3 9 3 27. پس در نتیجه ما x را پیدا کردیم، 9 ضرب 4 36. یعنی چند نفر ضرورت است؟ 36 نفر. 36 نفر ضرورت است که ما در چند روزی ده؟ در 15 روز ما این تعمیر را یا این رستوران را چی کنیم؟ اعمار بکنیم. خب شاگردان گرانقدر، شما میم سوال شماره پنجم کتابتان را میبینیم. سوال شماره پنجم کتابتان مربوط میشه به تقسیم به اجزای متناسب. خب چی گفته در سوالتان؟ تعداد داخلی لیسه ملالی 50 نفر معلم است. آنها را می‌خواهیم به دو گروه طوری تقسیم کنیم که نسبتشان 2/3 باشه. خب 50 نفر داخله داره، به نسبت 2/ چند است؟ 2/3. به نسبت 2/3 هست. بله 2/3 یا را چی می‌کنند؟ تقسیم می‌کنند. شما می فهمیدین وقتی که نسبت داده شد، اول کاری که ما می کردیم دو را همراه 3 جمع می کردیم، یعنی حاصل جمع نسبت ها را پیدا می کردیم که چند می شد؟ 5. بعد از او اینمی کمیت را یا عدد داده شده تقسیم مجموعه نسبت می کردیم، یک بار ضرب یک نسبت می کردیم و همی را تقسیم 5 می کردیم و بار دوم هم ضرب دیگر می کردیم. حالا شما میفهمین 1 5 5 10 5 50، پس مساوی میشه 2 ده ما 20. گروه اول اگر بگیریمش درست است، مساوی شد با 20. گروه دوم را اگر بگیریم 1 5 5 1 5 5 0 بود، پس 3 ده 30، پس نتیجه شد که 30. پس گروه دوم ما یک گروه اول ما به دو گروه تقسیم کردیم، چند شد؟ 30 نفر. خب این بود سوال پنجم کتابتون. خب امیدوار هستم که شما این سوالات را تا این قسمت که حل کردیم، شما به مفهوم سوال و روش حل سوال شما خوبتر و بهتر فهمیده باشید. کار خانگی من براتون نمیتام، یگان کار خانگی که هست شما اینمی سوالات را دوباره پیش خود کار کنین، پرکتس کنین که اینمی جوابایی را که ما میکشیم آیا شما مطابق ازی هم جواب میکشین یا نمیکشین. اینمی کار خانگیتان باشه، پرکتس و تمرین عمومی فصل دوم کتابتان. تا روز دیگر که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند دانا و توانا میسپاریم. شب روزتان بخیر.